ساقط خبره. ونتنياهو إن القدس ليست للبيع. بيت المقدس فروشي نيست. رئيس تشكيلات فلسطيني طرح صلح ترامپ و نتانياهو را رد کرد. رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس ایران. آیا این دوره غیر رقابتی ترین انتخابات جمهوری اسلامی است؟ بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی در افغانستان. حدود 10,000 نفر بدون محاکمه در زندان‌ها به سر می‌برند. و ترس از ویروس کرونا به زمین فوتبال هم کشیده شد. قرنطینه تیم ملی زنان و سلب میزبانی از باشگاه‌های چین. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی طرح دونالد ترامپ برای صلح را رد کرد. آقای عباس گفت هیچ سرزمین فلسطینی بدون آنکه بیت المقدس پایتخت آن باشد قابل تصور نیست. بنیامین نتانیاهو از این طرح که دولت آمریکا اسم آن را معامله قرن گذاشته به شدت استقبال کرده، چون تمام خواسته های اسرائیل را در بر دارد. اما فلسطینی ها میگویند این طرح به هیچ کدام از خواسته های آنها پاسخ نمیدهد. پرهام قوادی گزارش میدهد. ترامپ و نتانیاهو ان القدس ليست للبيع. پاسخ فلسطین به رهبران آمریکا و اسرائیل: نه، بیت المقدس فروشی نیست. محمود عباس دست رد به سینه طرح صلح دونالد ترامپ زد و گفت این پیشنهاد یک توطئه است. طرحی که بنا بود معامله قرن باشد، رد شدنش به ساعت نکشید و رئیس تشکیلات فلسطینی آن را سیلی قرن خواند. ماذا انتظر اذا كانت القدس ستذهب؟ برای چی صبر کنم؟ اگر بیت المقدس بخشی از فلسطین نباشه، آیا ما کشوری بدون بیت المقدس رو میپذیریم؟ برای هر فلسطینی، چه بچه مسلمان باشه چه مسیحی، امکان نداره این رو بپذیره. بنابراین از همان آغاز با آنها گفتیم نه. جرد کوشنر، یکی از معماران این طرح و داماد رئیس جمهوری آمریکا، از واکنش طرف فلسطینی به شدت انتقاد کرد. طرح رو ندیده رد کردن. فکر نمی‌کردن طرح به این خوبی باشه. به همین خاطر حالا خیلی احمق به نظر میاد. در ضمن یکی از تناقضا اینه که دائم میگن میخوان کشور داشته باشه. دیشب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو از طرح صلح بین اسرائیل و فلسطینیان رونمایی کردند. اما غایب بزرگ این مجلس طرف فلسطینی بود. در این طرح بیت المقدس پایتخت اسرائیل می شود و روستایی پشت دیوارهای مرزی در حاشیه این شهر تاریخی به عنوان پایتخت فلسطین پیشنهاد شده. مشکل دیگر این طرح به رسمیت شناختن شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی است. طرح من یک فرصت برد برای طرفین رو ارائه میده. یه چاره دو کشوری واقع گرایانه است که خطر کشور فلسطینی رو برای امنیت اسرائیل از بین میبره. امروز اسرائیل قدم بزرگی به سمت صلح برداشت. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم در توییتی بر روی طرح صلح آقای ترامپ زب در زد و آن را خوابگردی به سوی فاجعه خواند. آقای ظریف گفت بهتر است به راه حل دموکراتیکی که رهبر ایران آیت الله خامنه ای پیشنهاد کرده عمل شود، یعنی برگزاری همه پرسی. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، با دیده تردید به این طرح نگاه کرد. ما با دقت این پیشنهاد رو بررسی می‌کنیم. تنها یه راه حل دو کشوری که طی مذاکره به توافق طرفین رسیده میتونه به صلح پایدار بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بیانجامه. پیشنهاد آمریکا سوال‌هایی رو برمی‌انگیزه که ما با شرکای اروپایی خود مطرح خواهیم کرد. بریتانیا هم که این روزها در آستانه خروج از اتحادیه اروپا و نزدیک شدن بیش از پیش به آمریکاست، از این طرح استقبال کرد و با اینکه تصمیم گیرنده نهایی را طرفین درگیر دانست، از آنها خواست پیشنهاد آمریکا را به طور جدی بررسی کنند. در برخی کشورهای مسلمان از لحظه پیشنهاد معامله قرن تظاهرات برپا شده. اینجا در ترکیه با فلسطینیان اعلام همبستگی می کنند. همچنین در اردن معترضان می گویند فلسطین فروشی نیست. شاید اشاره‌ای به پیشنهاد کمک مالی آمریکا به فلسطینی ها در صورتی که معامله قرن را بپذیرند. و شعله خشم فلسطینی ها در بیت اللحم در کرانه باختری هم زبانه کشید.
که در پاسخ با شلیک گاز اشکاور نیروهای اسرائیلی مواجه شد. منتقدان این طرح میگویند هم ترامپ و هم نتانیاهو برای منحرف کردن اذهان از مشکلات داخلیشان این پیشنهاد را دادند. یکی استیضاح شده و دیگری ساعتی قبل از این مراسم در دادگاهی به دلیل فساد از او طرح اتهام شده. پرهام قبادی، بی بی سی. افشین شاهی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز در بریتانیا با ماست. آقای شاهی، به نظر میرسه که آقای ترامپ کم و بیش بی‌تردید میدونسته که چه واکنش هایی طرح او برخواهد انگیخت، اما در عین حال پیش رفت و این طرح رو اعلام کرد. فکر میکنید هدف او و همینطور آقای نتانیاهو چه بود؟ ببینید، همینطور که گزارشگر خودتون به درستی اشاره کرد، احتمال داره تا اندازه قابل توجهی اعلام این طرح در این زمان بسیار خاص به شکلی مرتبط باشه به سیاست‌های داخلی ایالات متحده و همچنین اسرائیل. این دو شخص اصلی که به شکل واقعی کلمه درگیر این طرح بودن، هم آقای نتانیاهو و هم آقای ترامپ، درگیر چالش‌های بسیار جدی و قانونی در کشور خودشون هستند و به نظر میاد یک اتفاق نظر نسبی بین اکثر قریب به اتفاق ناظران وجود داره که امکان داره اعلام این طرح به شکلی برای در واقع حواس مردم رو پرت کردن به مسئله باشه که یک مقدار در واقع این فشارهای سیاسی و قضایی رو روی این دو شخص کم بکنه. و این اصلا جای تعجب نداره که این طرح توسط فلسطینی ها رد شده. اگر که این طرح به مفهوم واقعی کلمه میخواد در واقع شرایطی رو به وجود بیاره برای یک صلح پایدار، دو طرف اصلی معامله باید درگیر در واقع یک مذاکره معنادار بشن. حتی در چند روز گذشته با توجه به گزارش هایی که شده، آقای محمود عباس حتی حاضر نشده با آقای ترامپ صحبت بکنه. از سال 2017 که آقای ترامپ تصمیم گرفت که بیت المقدس رو به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل به رسمیت بشماره، عملا ارتباطات و مناسبات بین PLO و کاخ سفید از بین رفته. و اگر که ما در واقع به تاریخ 70 ساله نزاع اعراب و اسرائیل نگاه بکنیم، اکثر قریب به اتفاق طرح‌هایی که ارائه شده یا توسط رئیس جمهورهای مختلف ایالات متحده یا بازیگران دیگه در منطقه، دلیل ناکامی و دلیل شکستشون این بوده که این طرح‌ها نتونستن که دو طرف اصلی در واقع این منازعه رو، یعنی هم فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌ها رو پای میز مذاکره بیارن که بتونن در مورد مسائل جدی صحبت کنن. اما یک اتفاق جالبی که افتاده این هست که برخی کشورهای عربی از جمله عمان، بحرین و امارات که دیروز هم سفراشون در اون جلسه حضور داشتن، امروز بحرین وزارت خارجه‌اش بیانیه داده حمایت کرده از این طرح. با این که خیلی از کشورها رد کردن، اما چند کشوری هم هستن در هم بین همین کشورهای عربی که به شدت حمایت کردن. درسته، حق با شماست. حتی قبل از اعلام این طرح هم شنیده شد که سران بعضی از کشورها، هر جمله ایالات متحده عربی و عربستان سعودی، گفته بودند که در صورت حمایت آقای محمود عباس از این طرح حمایت می‌کنند. خب درسته که احتمال زیاد در شنبه در پیش رو اتحادیه عرب یک جلسه اضطراری خواهد داشت که در این مورد صحبت می‌کنه، اما اوضاع و احوال خاورمیانه با دهه‌های 60 و 70 میلادی بسیار تغییر کرده. دیگه آرمان فلسطین مسئله عمیق و مسئله اساسی دنیای عرب نیست و در این شرایطی که در واقع آرمان فلسطین در واقع نقش قابل توجهی در سیاست‌گذاری‌های خارجی سران عرب نداره، من فکر می‌کنم که چانه‌زنی و قدرت چانه‌زنی فلسطینی‌ها هم به مراتب کمتر شده. فراموش نکنید که در سال 2007 زمانی که آقای بوش در رأس قدرت بود، همین آقای محمود عباس یک طرح دیگری رو به شکل کلی رد کرد و اون طرح هم این بود که عملا 97% اراضی‌های کرانه باختری تحت در واقع سلطه دولت جدید فلسطین در بیاد. آقای محمود عباس اینو رد کرد و این جای تعجب نداره که الان که عملا اسرائیل گفته که 30% اراضی‌های کرانه باختری رو
به شکل رسمی به اراضی خودش اضافه میکنه، آقای محمود عباس این رو رد میکنه و حتی قبل از اینکه جزئیات این طرح 80 صفحه بیرون بیاد، آقای محمود عباس موضع خودش رو روشن کرده. آقای شاهی، ممنونم ازتون. افشین شاهی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. وزارت خارجه آمریکا گفته که نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس در ایران همه یک شکل هستند. مورگان اورتگس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توییتر نوشته شورای نگهبان که اعضای آن منصوب خامنه‌ای هستند، اغلب نامزدهای انتخابات مجلس ایران رو رد صلاحیت اغلب نامزدهای مجلس ایران رو رد صلاحیت کردند. همزمان شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان میگوید در پی رد صلاحیت‌های گسترده آنها در بیش از نیمی از حوزه‌های رأی‌گیری اصلا نامزدی ندارند که بخوان در انتخابات رقابت کنند. از همکارمون امید منتظری پیشتر پرسیدیم با سطح گسترده رد صلاحیت‌ها یا میتوان گفت این انتخابات رقابتی خواهد بود؟ به هر صورت اگه که تغییری نکنه، یعنی این نتایج اولیه که شورای نگهبان اعلام کرده باقی بمونه، من داشتم طبق آمار بررسی میکردم، میتونیم بگیم تقریبا با غیر رقابتی ترین انتخابات 40 سال گذشته مواجهیم در جمهوری اسلامی. یعنی هیچ وقت سابقه نداشت که مثلا اصلاح طلبان نتونن توی تهران یه لیست کامل معرفی کنن. حتی تو مجلس هفتم با وجود اون همه رد صلاحیت بازم تونستن در تهران کاندیدا معرفی کنن. شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان منتظر ببینه چیکار کنه. یعنی همین امروز نامه‌ای زدن، اونا هم گفتن که بی سابقه است اصلا این شکل رد صلاحیت ها. بیش از 90% کاندیداهاشون، کاندیداهایی که کاندیداهای حزبی ان و اینا کنار گذاشته شده، نگهبان رد صلاحیتشون کرد. به این معنا میشه گفتش که اساساً خب اعلام هم شده بیش از 160 کرسی از حالا تکلیفش معلومه، دست اصولگراهاست و این به این معنایه که یک کمی همین تقدیر و ترکیب مجلس از حالا تا حدی روشن شده. یعنی اینکه ما بعد از انتخابات دوم اسفند چی میشنویم. این از یه طرف میشه گفتش که برای اصلاح طلبانی که خیلی هم امیدی نداشتن به این انتخابات، حتی آقای خاتمی میگفت اگه من دوباره تکرار هم کنم مردم نمیان، از یه طرف خب میشه حتی گفتش که یه شانسیه که تو انتخاب باتی ممکنه که نتونن شرکت کنن از طرف شورای نگهبان که ممکن بود پیروزش نباشن. از یه طرفی هم میشه گفت یه سرنوشتی داده براشون رقم میخوره، شبیه سرنوشت نهضت آزادی. به نحوی اونها هم روزگاری نخست وزیر داشتن، اونها هم تو مجلس اول رفتن، ولی از مجلس دوم به بعد صلاحیتشون تایید نشد. توی این وضعیت باید منتظر موند که اگر این مجلس دست اصولگرایان بیفته، اون هم با اکثریت بالا، این میتونه تبعات خیلی جدی برای دولتی داشته باشه که خب همین الان با دو سه تا وزیر ممکنه کل کابینش احتیاج به یه رأی اعتماد دوباره داشته باشه، اونم نماینده‌های اصولگرایی که همین الان تو مجلس صحبت از استیضاح آقای روحانی میکنن و برای این استیضاح فقط دو سوم رو لازم دارن که ممکنه بتونن تو انتخابات دوم اسفند این رو به دست بیارن. امید منتظری بود. پلیس ترکیه دیروز امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو رو به اتهام نقض مقررات ویزا بازداشت کرد. اما هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل ایران، گفته بود که بازداشت این خواننده ایرانی در ترکیه با درخواست مراجع قضایی ایران انجام شده. پلیس ترکیه گفته هنوز تصمیمی برای بازگرداندن تتلو به ایران گرفته نشده. بهزاد بلور همکارم اینجا با ما هست، خبرها رو دنبال کرده. بهزاد، آخرین ها چه هست؟ آخرین ها خیلی زیاده و خیلی جالبه. شرکت آونگ، شرکت موسیقی که آهنگ های تتلو یک سال خورده نشر میکنه، آرمین هاشمی توماری رو دیروز داد که در حدود 230,000 امضا پاش هست و ممکنه به 500,000 برسه. این خیلی تاثیر مثبت داشته. و باز شرکت آونگ یک وکیلی رو استخدام کرد، خانم گل به دوغمش، که ایشون به دادگاه یک درخواستی رو داره که تجدید نظر کنن، چون اولین حکمی که برای تتلو بود خلاف مواد مخدر بود که خلافی کرده و به خاطر این باید دستگیر بشه. بعد دادگاه یا پلیس ترکیه حرفش رو عوض کرد، شاید به خاطر فشار از خانم عمومی. به هر حال اینو به دادگاه دادن و چند روزی طول خواهد کشید تا به نتیجه برسه. در این حال یکی از میگن سازمان‌های حقوق بشر هم باش تماس گرفتن، به بازداشتگاه حتی رفتن و بهش این خاطر جمعی رو دادن که میتونه تغییر در حکمش بشه. و همونطور که گفتی امیدهایی وجود داره، اما مشخص هست که واقعا بالاخره این اتهام چه بود و بله، اتهام اول این بود که ترویج مواد مخدر، چون در بسیاری از ویدیوهاش این کارو میکنه، مواد مخدر رو از دید ادعایی که میکنن هم دولت ایران هم حکم اول در ترکیه، این بود که مواد مخدر خلافه و
این وکیل جدید میخواد ثابت کنه که خلافی رو در ترکیه انجام نداده و موردش فقط ویزاست و اونم میتونه حل بشه. در این حال طرفداراش هم در این یه روز رفتن پشت بازداشتگاه بهش دارن کمک میکنن، گهگاهی هم تتلو از بازداشتگاه برای تنفس میاد بیرون و این ارفاقو بهش دادن که میاد بیرون تلفنش استفاده کنه و این پیامهایی که میبینین میاد به خاطر اینکه این لحظاتی که اومده بیرون. ممنون آزاد بهزاد برو همکارم چه دایستی به میانه برنامه رسید. نگاهی بکنیم به سخت خبر ما. رئیس تشکیلات فلسطینی با رد طرح صلح ترامپ و نتانیاهو گفته بیت المقدس فروشی نیست. در پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی در ایران، وزیر خارجه آمریکا میگوید تایید شده ها همه کپی رهبر ایران هستند. در ادامه این برنامه، ترس از ویروس کرونا به زمین فوتبال هم کشیده شد. شماری از نهادهای ملی و بین‌المللی از دولت افغانستان خواستند زمان بازداشت متهمان تا برگزاری دادگاهشان را کاهش دهد. در حال حاضر حدود 10,000 نفر بدون محاکمه در زندان‌ها به سر می‌برند. وزارت عدلیه افغانستان میگوید این تعداد 1/3 کل زندانیان را تشکیل می‌دهد. گفته شده به دلیل ناآگاهی پلیس و دادستانی یا بی‌توجهی آنها هفته ها و حتی ماه ها مظنونان و متهمان خودسرانه و غیر قانونی در بازداشت میمانند. بر اساس قانون جزا پلیس باید حد اکثر تا 72 ساعت پس از بازداشت متهمان را به دادستانی بسپارد. زکیه عادلی با ماست، معاون امور اجتماعی وزارت عدلیه از کابل به ما پیوسته. خانم عادلی خیلی خوش آمدید به برنامه. این زمانی که اعلام میشه برای بازداشت موقت کسانی که دستگیر میشن به نظر در مقایسه با کشورهای دیگه خیلی زیاده. سلام بر شما و بیننده های عزیز. در مورد مدت زمان توقیف مظنونین یا متهمین، قانون اجرات جزایی افغانستان کاملا صراحت داره و با توجه به واقعیات جامعه افغانی تعریف شده و هر جرم کاملا واضح است. البته در مورد توقیف موقت هست، مثلا برای قباحت 10 روز است، برای جنحه 27 روز و به همین ترتیب برای جرم هایی که به حیث جنایت شناخته میشه بیشتر فکر میکنم در حدود 75 روز. جامعه افغانی چقدر مگه متفاوت هست با کشورهای دیگه؟ شما میدانین که افغانستان یک کشور جنگ زده هست که به لحاظ فرهنگی ما یک فرهنگ کاملا سنتی داریم و بعضی عرف ها ایجاب ازیر میکنه و مردم توقع ازیر داره پلیس و محکم سارانوالی و محکمه افرادی که متهم و یا مجرم شناخته میشه اینها را برایشان یک مجازات متناسب با جرمشه در نظر بگیرن. چیزی هست که حقوقدانان افغانستان با توجه به جامعه افغانستان چنین چیزی را تشخیص دادن. و آیا شما این عدد و ارقام را هم تایید میکنید، اینکه 10,000 نفر بدون محاکمه در زندان ها هستند و این 1/3 کل زندانیان را تشکیل میده؟ بله، مطابق آمار جدیدی که ما در اختیار داریم در حدود تقریبا 33,000 زندانی در کل افغانستان وجود داره که از این تعداد 10,000 اینها در توقیف و در بازداشتگاه ها به سر میبرند. آینده اینها چی میشه؟ آمار اخیری که داریم، سرنوشت این 10,000 نفر قرار است چه بشه؟ البته این را در نظر داشته باشین که این 10,000 نفر یک تعداد اینها مطابق قانون توقیف موقت شدند، اما یک تعداد از اینها توقیف های خودسرانه و یا توقیف های غیر قانونی اگر بگویم، یعنی فراتر از اون چیزی که قانون تعیین کرده، موعد قانونیش به سر میبرن، به سرنوشت هستن و مشکل اساسی هم در امی قسمت است. یعنی ما بتانیم برای احقاق حقوق مظنونین و متهمینی که به شکل غیر قانونی و خودسرانه توقیف شدن دادخواهی بکنیم و به امی ارتباط هم وکلای مدافع و مساعدین حقوقی ما
فرم‌های دادخواهی استراتژیک تدوین کردن و ازی استفاده میکنن. امیدوار هستیم که بتانیم دادخواهی درست برای احقاق حقوقی نشد. راجع به فعالان حقوق بشر در مورد وضعیت زندان‌ها هم در افغانستان بارها شکایت کردند و همینطور این که اون زندانی‌ها در بسیاری موارد دسترسی به وکیل ندارند. یکی از مشکلات ما همین مسئله هست. شما میدونین که زندان‌های افغانستان تا حال نظامی ها اداره می کردن و در امی اخیر جلساتی که صورت گرفت قرار شد اداره زندان ها به دست افراد ملکی داده شود و به عنوان یک اداره مستقل زندان ها تشکیل می شه و همچنان مقرره چگونگی اداره زندان ها همیال روی دست است، تقریبا نهایی می شه و ما امیدواریم تا ماه حمل، یعنی چیزی در حدود 2 ماه آینده، اداره مستقل کل زندان ها را داشته باشیم و در اون صورت اگر اداره زندان ها به دست افراد ملکی قرار بگیرند طبعا معیارهایی که باید برای زندان ها وجود داشته باشه یک معیارهای با استانداردهای جهانی و یا کشورهای حداقل در سطح منطقه خواهد بود. ممنونم ازتون از وقتتون خانم عادلی زکی عادلی، معاون امور اجتماعی وزارت عدلیه افغانستان. گویی از نمایندگان پارلمان ایران خواهان بحثی در مجلس برای بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT شدند. قبل از اون ایران اعلام کرده بود که دیگه به تعهداتش در برجام پایبند نیست. این باعث شد تا اتحادیه اروپا مکانیزم حل اختلاف در برجام رو فعال کنه. کسران راجی در گزارشی از بروکسل مقر اتحادیه اروپا میگوید اختلاف بر سر برجام و خرابتر شدن وضع حقوق بشر در ایران در ماه‌های اخیر ایران و اروپا را در مسیر برخورد و دعوا قرار داده. نمایندگانی که توافق هسته‌ای را آتش زدند حالا می‌خواهند ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود تا بتوانند انزوای ایران را تکمیل کنند. ایران تقریبا 2 هفته پیش اعلام کرد که دیگر به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند نیست و در هفته‌های گذشته این سانتریفیوژها را به کار برگردانده، به خصوص در زیر کوه در تأسیسات فوردو که نگرانی‌های بین‌المللی را به شدت افزایش داده است. رئیس کمیته‌ای که در پارلمان اروپا مسئول روابط با ایران است، آمریکا را مقصر شرایط امروز در ارتباط با ایران می‌داند. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های تازه. روشنه که اروپایی ها باید با دوستان آمریکاییشون با صدای بلندتر صحبت کنند و صریح‌تر. باید بگویند که اصرار دارن که همکاری های بیشتری با ایران داشته باشند و میخوان که شرکت های اروپایی با ایران تجارت کنند. این همون مشکل بزرگیه که کسی از اون صحبت نمی کنه. اتحادیه اروپا در دوران تصدی فدریکو موگرینی با سیاست خارجی روابط خوبی با ایران داشت و ایران روی اتحادیه اروپا به عنوان یک متحد میتونست حساب کنه. خانم موگرینی اصرار داشت که باب مذاکره با ایران باید باز بمونه. حتی در این راه به گفته خیلی ها از منتقدانش او حاضر بود که بر مسائل حقوق بشر در ایران تاکید و پافشاری نکنه. اما با جانشینی جوزف بورل درست هنگامی که ایران بعضی از تعهداتش را در برجام نقض کرده به نظر میرسه که دو طرف در مسیر برخورد و تنش قرار گرفتن. امروز شاید ایران دیگه نتونه روی اروپا به عنوان یک متحد حساب کنه. برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان در آبان ماه گذشته و استفاده آنها از گلوله که صدها کشته به جا گذاشت نشان بزرگی بود از خرابتر شدن جدی وضع حقوق بشر در ایران، چیزی که حالا در کنار نقض برجام از طرف ایران سایه تاریکی بر روابط اروپا با ایران انداخته است. مسئول روابط با ایران در پارلمان اروپا میگوید چندان امیدوار نیست. ما باید برجام رو حفظ کنیم، اگرچه ایران اعلام کرده که به هیچ یک از تعهداتش پایبند نمیمونه. مشکل حالا پیدا کردن مراحلی است برای رسیدن به تفاهم، اگرچه من چندان امیدوار نیستم. بله، ما در مسیر برخورد قرار داریم. 2 هفته پیش ملاقات مسئول سیاست خارجی اروپا با وزیر خارجه ایران در هند چندان کمکی به حل مشکل نکرد.
وزیر خارجه ایران تهدید کرده که ایران ممکن است از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. و اروپا هم تهدید کرده که ممکن است ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد. کسروناجی بی بی سی. ترس از شیوع ویروس کرونا مسابقه های فوتبال رو هم تحت تاثیر قرار داده. تیم ملی فوتبال زنان چین به دلیل نگرانی در مورد ویروس کرونا در استرالیا قرنطینه شده. پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به دلایل مشابه اعلام کرد بازی های رفت تیم های چینی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان خارج از خانه این تیم ها برگزار می شود. روز گذشته مسابقه تیم های شانگهای چین و بوریرام تایلند هم به همین دلیل پشت درهای بسته انجام شد. پوریا جعفر همکارم اینجا در استودیو با ما هست. پوریا، دردسر بسیار بزرگی هست برای کنفدراسیون آسیا، به خصوص که چین به لحاظ وسعت خیلی بزرگه. چه تصمیم چجوری گرفته شده؟ هم وسعت هم جمعیت و همین که چین فوتبالش حالا ممکنه که خیلی مطرح نباشه در سطح قاره از نظر نتیجه‌گیری در قسمت مردان، ولی فوتبال باشگاهیش بسیار فوتبال موفقه، توی دوره‌های قبلی لیگ قهرمانان بردهای زیادی داشته و فوتبال زنانش هم خیلی موفقه. همین الان آخرین خبری که داریم اینه که تیم زنان چین رو در بریزبن استرالیا تا روز 5 فوریه قرنطینه کردن در این هتلی که هستن. من دیدم مسئول بهداشت ایالت کوینزلند استرالیا هم در این زمینه صحبت کرده، البته علائمی رو ندیده بودن، ولی که متاسفانه این تیم از خود همون شهر ووهان اومده بود و قرار بود بازی ها هم در ووهان برگزار بشه که بعد به نانجینگ منتقل شد و بعد هم به سیدنی در استرالیا منتقل شده. برای همین دردسر بزرگیه برای کنفدراسیون، نه فقط تیم های ملی، تیم های دیگه و همینطور تیم های مسافری که دارن میان. همه اینها نه فقط بازیکن ها، بالاخره استادیوم فوتبال یه جاییه که با تعداد تماشاگران زیاد ممکنه که این اپیدمی بشه و خیلی خطر زیادی داره برای اینکه شیوع پیدا بکنه این ویروس کرونا در کل جاهای آسیای شرق دور. و مشخصا ازشون میزبانی رو هم در مواردی گرفتن و خواستن که خارج از چین بازی بکنن. این تصمیم گرفتن میزبانی چطور انجام میشه و تا کی اعتبار داره؟ این شرایط به خاطر اینکه شرایط اضطراری هست، AFC یک کمیته داره که کمیته در واقع ارزش‌گذاری امنیت کشورها و حتی شهرهاست. یعنی ممکنه که توی یک کشور به خصوص کل کشور امن باشه، ولی که یه شهری باشه که توش مسئله باشه. ما اینو توی اروپا هم دیدیم، به فرض بعضی از جاهای کشور اوکراین امن بودن، بعضی شهرهای دیگه امن نبودن و بازی‌ها رو منتقل می‌کنن. ترجیح اولیه کنفدراسیون فوتبال آسیا این هستش که مسابقات طبق برنامه خودش اون جاهایی که قراره برگزار بشن و در حالت دوم سعی می‌کنه که به یه جای دیگه تو همون کشور منتقل بکنه بازی ها رو. و خب الان به خاطر شرایطی که در چین پیش اومده این تصمیم رو گرفتن و بعد از هر پروسه‌ای، بعد از هر یکی دو ماه دوباره این میاد، کلمه انگلیسیش هست ریاسس، دوباره ارزش گذاری میشه. در مورد ایران هم امروز دیدیم که این بیانیه‌ای که اومده خیلی باعث ناراحتی باشگاه ایرانی شده، ولی حرفی که تو اون بیانیه باز داره میزنه اینه که میزبانی دور برگشت از ایرانی ها گرفته نشده، اما تضمینی وجود نداره. دوباره اون شورای ارزش گذاری امنیتی کشورها میاد نگاه میکنه ببینه که شرایط اون کشور چی هست و بعد تصمیم خودش رو مجددا اعلام خواهد کرد. ممنونم از پویا جعفر اینجا در استودیو. ممنون از شما که در این بخش خبری همراه ما بودید و ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب